یک پرورشگاه عجیب با رازی بزرگ که پشت کارهاش مخفی میکنه. گلاسیا سلام، امروز یکی از فیلم‌های خوب 2018 با نمره 84 راتن تومیتوز آوردم به اسم لول 16 یا سطح 16. این فیلم محتوای خیلی بزرگی پشتش داره، حتما تحلیل آخرش رو گوش بکنید که بهتون بگم چرا این فیلم ضد مرد نیست. یه باور اشتباهی که در موردش تو ذهن خیلی‌ها شکل گرفته. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم خوابگاه مدرسه‌ای به اسم آکادمی وستالیس رو می‌بینیم. کلی دختر تو این مدرسه‌ان که همه‌شون باید لباس‌های یه شکل بپوشن، یه سری قانون عجیب و سخت رو پیروی کنن و از زمان تولد هر سال یه سطح یا طبقه بالاتر میرن. آخرین طبقه این مدرسه 16 که مسلماً تو سن 16 سالگی هم بهش میرسن. همه هم آرزوشون رسیدن به این مرحله است، چون تو سن 16 سالگی توسط خانواده‌های دیگه به سرپرستی گرفته میشن. یعنی این چیزیه که مدیر مدرسه بهشون گفته. دو تا دختر تو این خوابگاه هستن به اسم های سوفیا و ویویان. خیلی با هم صمیمین و الان هم توی طبقه 10 انقدر همو دوست دارن که قول میدن تو طبقه 16 اگه یه خانواده یکیشون رو به سرپرستی گرفت باید اون یکی هم باهاش بیاد، وگرنه با خانواده نرن و همینجا بمونن. یه روز معمولی تو همین خوابگاه و سوفیا کنار دوستش ویویان و چند تا دختر دیگه صفی تشکیل دادن تا لوازم صبحگاهی رو تحویل بدن. لوازم سوفیا از دستش میفته و خیلی هم میترسه. برای همینم با کمک ویویان سری همه رو جمع میکنه، چون خودش چشماش کم ضعیفن. اما چند تا نگهبان میان و به خاطر اینکه دختر رو صفو به هم زدن، ویویان رو با خودشون میبرن تا تنبیه کنن. سوفیا هم که تقصیر به دیوار زل میزنه و اعتراف نمیکنه که تقصیر خودش بوده، کاری که باعث میشه ویویان برای همیشه ازشون جدا شه و به عنوان یه دختر بی‌ادب سطح‌های بعدی رو طی بکنه. چند سال دیگه هم میگذره و این دخترها به آخرین سطح یعنی 16 میرسن. البته ویویان از بعد اون اتفاق از سوفیا جدا شده و همراه چند تا دختر دیگه آموزش‌های جدایی دیده. چیز مهمی که توی مدرسه هست و توی طبقه 16 آموزش میدن 4 تا نکته اساسیه: اطاعت کردن، نظافت کردن، حقارت پذیری و صبر داشتن. نکته هایی که خیلی به بچه ها همیشه تلقین میشه. توی یکی از کلاس ها دخترهای بیادب باید به یه درس روی تلویزیون گوش کنن. بعد پایانش هم همون زن یعنی خانم بریکسل میاد و حرفای دیگه میزنه. البته که دخترها بر اساس قانون مدرسه حق ندارن سرشون رو بالا بیارن و تا به حال هم هیچ قیافه خانم بریکسل رو ندیده. بریکسل به دخترها میگه حالا دیگه با دخترهای طبقه 16 که بیادب نیستن هم اتاق میشید و دوباره برمیگردید تا کنار هم بمونید. وقتی میرن پیش هم، ویویان دوست قدیمیش یعنی سوفیا رو بعد 6 سال میبینه. سوفیا هم خوشحاله هم خجالت میکشه با ویویان حرف بزنه به خاطر کاری که انجام داده بود. اما ویویان کلا اهمیت نمیده و در واقع اصلا که به وجود داشتن سوفیا توجه نداره. سوفیا مجبور میشه بر اساس قانون به ویویان که خیلی بیشتر تلاش کرده احترام بذاره و رسمی صحبت کنه. یه روز میگذره و صبح که ویویان میره دستشویی، سوفیا هم اونجا منتظره. با اصرار میخواد از ویویان معذرت خواهی کنه، اما اون بدون توجهی از کنارش رد میشه و میره بیرون. بعدم خانم بریکسل به دخترهای طبقه 16 میگه فردا خانواده های میان تا شما رو به سرپرستی بگیرن، پس فردا باید آماده باشید. برای اولین بار تو این همه سال بهشون اجازه میده نگاهش کنن و اون هم از این پیشرفت خیلی خوشحال میشن. لباس های جدید هم براشون آورده و بهشون تحویل میده. این روز هم میگذره و روز بعدی که لباسهای جدید رو پوشیدن، سوفیا نگرانه که دوباره به دیدن ویویان میاد. بهش میگه میدونم با هم صحبت نمی کنی، ولی یه راز مهم میخوام بهت بگم. این که از ویویان میخواد بعد از شام قرصهای ویتامینی که بهش میدن رو نخوره، چون اونا ویتامین نیستن و خطرناکن. ویویان بازن توجهی نمی کنه، اما موقع خوردن ویتامینا این حرف یادش میاد. برای همینم هم جلو دوربین تظاهر میکنه این کارو کرده و یواشکی قرصو میندازه بیرون. شب جدید میرسه و همه دخترها خوابیدن به جز ویویان. میفهمه سوفیان بیداره و میاد پیشش. میگه اون داروها ویتامین نیستن و باعث یه خواب عمیق میشن. برای همینم ما که نخوردیم بیدار موندیم. اگه کسی اومد تظاهر کن خوابی تا واقعیتو بفهمی. یه دفعه صدای میاد و هر دو خودشونو به خواب میزنن. خانم بریکسل با دو تا نگهبان میان و دو تا نفر رو با خودشون میبرن. ویویان با یکی از دخترهای دیگه به اسم ریتا. ویویان بعد مدتی چشماشو باز میکنه و میبینه تو اتاق روی صندلیه، اتاقی که مشخصه توی طبقه اول قرار گرفته. دوستش هم همچنان خوابه و هرچی تلاش میکنه جواب نمیشنوه. باز صدای میاد و ویویان هم خودشو به خواب میزنه. خانم بریکسل با یه زوج سالخورده و یه نگهبان به اینجا میان. شروع به تعریف از دخترها میکنه و میگه تا به حال به پوست هیچ کدوم حتی آفتاب نخورده، خیلی سالمن، کلی ویتامین خوردن و پوست بدنشون توی بهترین حالته. پیرزن دوست ویویان رو انتخاب میکنه و ویویان رو به خوابگاه برمیگردونن.
با رفتن نگهبان، سوفیا ما نگرانی میاد و میپرسه چه خبر بوده. ویویان حرفایی که شنیده رو میگه و تعریف میکنه که از دوستش هیچ خبری دیگه نداره. سوفیا هم خیلی ترسیده و بعدم میگه نگهبانو در قفل نکردن و میتونیم همین الان در بریم. ویویان ولی مخالفه چون هوای بیرون آلوده است. خورشید ممکنه همه بدنشون بسوزونه و در کل میترسه این کارو انجام بده. سوفیا میگه همه اینا رو بهمون دروغ گفتن. ما باید اینجا بمونیم یا این دروغا رو قبول کنیم یا اینکه بریم دنبال حقیقت رو از اینجا دریم. یه دفعه صدایی میاد. خودشون رو به خواب میزنن و خانم بریکسل با نگهبان دیگه ای سر میرسه. این بار سوفیا رو با خودشون میبرن. ویویان هم ترسیده و حالا تصمیم میگیره فرار کنه. اما دیگه این بار در اصل قفل و شانسشون تموم شده. برمیگره به تخت و بعد مدتی هم سوفیا رو به اتاق برمیگردونن و هیچیش نشده. روز بعد زمان واکسن دختر رسیده. دکتر این کار رو انجام میده و زمان نهار که میرسه بعضی دختر رو میفتن زمین و تشنج میکنن. بدنشون حالت عجیبی گرفته و انگار واکسن اثر بدی گذاشته. دیگه خبری از دوست ویویان یعنی ریتا که شب قبل بردنش نیست. همه اینا باعث میشن ویویان و سوفیا نقششون برای فرار جدی تر شه. سوفیا میگه خیلی شبو یه نگهبان به اتاق ما میاد تا از بعضی سوء استفاده کنه. خیلی نگهبان بدیه. میتونیم بهش حمله کنیم و بعد در بریم. اما بازم ویویان مخالفه و به نظرش نقش خطرناکه. یه روز دیگه هم میگذره. دخترها دوباره توسط دکتر ویزیت میشن و ویویان که به عنوان باهوشترین دختر مدرسه است سعی میکنه با دکتر صحبت کنه. از شکاش به حرفای مدرسه میگه و دکتر حساس میشه. برای همینم میپرسه همه ویتامیناتو میخوری یا نه. جواب دخترم یکم با تردید و برای همین دکتر مشکوکتر میشه و میگه باید یه واکسن بهت بزنم. تزریقش همانا و ویویان که سرگیجه شدید میگیره همانا. دیگه حواسش به هیچی نیست و حتی شب موقع خوابم این حالو داره. هرچی سوفیا میخواد صحبت کنه متوجه نمیشه و مدام با صدای بلند صحبت میکنه. به هر یک دو دختر دیگه هم میشتن و بیدار میشن و به خانم بریکسل خبر میدن. این باعث میشه بچه ها رو بیدار و به صف کنه و بریکسل ویویان رو با خودش میبره. میرزدش تو اتاق خیلی کوچیک مثل زندان و میگه باید همه روز اینجا باشی تا ادب بشی. فردا میایم دنبالت. اونم حرفی نمیزنه و چراغا خاموش میشه. سوفیا رو میبینیم که توی خوابگاهه. تنابی دور دستش میپیچه و حالا تصمیمش رو گرفته. وقتی نگهبان مثل همیشه میاد از پشت حمله میکنه و موفق میشه اونو شکست بده. بعدم با برداشتن کارت ورود اون پا به فرار میذاره. این بار نمیخواد دوستش رو ول کنه و سعی میکنه ویویان هم از زندان نجات بده. اما این سلول پر دوربین و آژیره. سوفیا میخواد در رو باز کنه اما ویویان خیلی میترسه و وسط همین درگیری ها سر و صدا باعث میشه نگهبان ها قبل فرار جلوش سوفیا رو بگیرن. البته که قبل گیر افتادن کارت نگهبان رو یه جا قایم میکنه تا کسی ازش نگیرتش. خانم بریکسل و نگهبان هم خیلی عصبی هن. به ویویان کاری ندارن اما سوفیا رو به عنوان یه دختر بی‌ادب تنبیه میکنن و به جای دیگه میبرنش. روز بعدی بریکسل ویتامین همه دخترها رو شخصا میده تا مطمئن شه کسی مقاومت نمیکنه. موقع خواب رسید و ویویان همه تلاشش رو میکنه تا نخوابه با اینکه کلا گیج میزنه. کل تخت سوفیا رو میگرده و موفق میشه کارت نگهبان رو توی متکاش پیدا کنه. اما دیگه کارت فعال نیست و رمزها رو عوض کردن. ویویان که میخواد هر جوری هست فرار کنه با کارتش پیش در باز میکنه و میزنه بیرون. با کمی گشتن به اتاق خانم بریکسل میرسه. اونم اصلا نمیترسه چون ویویان خیلی گیجه و داروها دارن اثر میکنن. ویویان میگه سوفیا کجاست و بریکسل میگه بردیمش طبقه همکف. هیچ وقت هم دیگه نمیتونی ببینیش. همین دست کم گرفتنش باعث میشه ویویان حمله کنه و با سرنگ تو دست زن خود این زن رو احال ببره. بعدم سمت طبقه های پایین میاد و در آخر سوفیا رو پیدا و آزاد میکنه. قبل فرار از این مکان به اتاق میرسن که شبیه یه سردخونه است. با وحشت میرن داخل و پر از جنازه دوست هاشونه. رو هر کدوم اسم دخترهایی که میشناختن نوشته شده. یکیشون رو ویویان باز میکنه که اسم ریتا روشه و صحنه که میبینه باعث میشه فقط در بره. بدن دوستش کاملا نابود شده و هیچ پوستی روی تنش نمونده. ویویان و سوفیا که فهمیدن جریان بزرگتر از یه پرورشگاه کوچیکه خیلی ترسشون بیشتره. حالا سوفیا میخواد به دخترای دیگه هم خبر بده تا همه فرار کنن. اما ویویان میگه باید فقط جون خودمون رو نجات بدیم. بالاخره هم جدا میشن و قرار اینه که ویویان راه خروج پیدا کنه و توی این مدت سوفیا هم بره تا بقیه رو بیدار کنه و با خودش بیاره. تو همین فاصله ویویان به اتاق میرسه که یه ویدیو از خانم بریکسل داره پخش میشه. یه تبلیغ خیلی پرهزینه که حرفای توش ویویانو میخوب میکنن. تو این تبلیغ از افراد سمبالا دعوت میشه تا با یه هزینه زیاد پوست صورت و بدنشون رو کاملا جدید و جوان کنن. اونم چجوری؟ با خریدن جون یکی از این دخترهای آکادمی.
پوستشون رو رو تن خودشون میندازن و به زندگی ادامه میدن. برای همینم اینجا انقدر رو پوست بقیه حساسن و حتی از نور خورشید هم جلوگیری میکنن. حتی خانم بریکسل پوست خودش رو که همین دختر رو برداشته. ویویان برمیگره و خبر این فیلم به باقی دخترهایی که سوفیا بیدار کرده میده. همگی به اتاق خانم بریکسل میرن. اونو با نفرت به زندان میندازن و ویویان میاد جلو. میگه باقی عمرتو باید اینجا بمونی تا به یه زن کامل تبدیل شی و برای همیشه رها میکننش. بعدم با قطع کردن آژیر خطر به حیاط مدرسه میرن که فرار کنن. موفق میشن غیر از سوفیا که چشماش ضعیفن و یه لحظه گم میشه. همینم کافیه که یکی از نگهبانهای باقی مونده جلوشو بگیره. ویویان متوجه میشه و بی توجه به اتفاق چند سال پیش سری به کمک سوفیا میره. با پرت کردن نگهبان دست سوفیا رو میگیره و هر دو میان بیرون. همین لحظه هم دکتر و این مدرسه با یه نگهبان دیگه سر میرسن. دخترها فرار میکنن اما سوفیا و ویویان عقب موندن. برای همینم مجبور میشن توی اتاقک برن و در میلیشو قفل کنن. دکتر به اینجا میرسه و هر کاری میکنه نمیتونه درو باز کنه. شروع میکنه به التماس و میگه من مثل بابای شما بودم و همیشه بهتون اهمیت میدادم، باید بیاید بیرون و پیش من بمونید. میگه 16 سال همه زندگیمو خرجتون کردم. و ویویان با عصبانیت داد میزنه تو فقط دنبال پول این صورتهای مایی. حالا با یه تیک آهن جلوی دکتر رو صورت خودش زخم بزرگی ایجاد میکنه و دکتر از عصبانیت فریاد میکشه چون دیگه نمیتونه این پوست رو بفروشه. چند لحظه بعد نگهبانی که همراهش بود میاد و میگه باید فرار کنیم چون پلیسا دارن میرسن. مشخص دخترهایی که فرار کردن به پلیس خبر دادن. سکانس آخر فیلم طلوع خورشید رو نشون میده. نیروهای پلیس سر میرسن و بالاخره این دو دختر رو پیدا میکنن. سوفیا و ویویان برای اولین بار خورشید رو حس میکنن. دکتر گیر افتاده و بعد چند لحظه صدای شلیکی شنیده میشه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. رفقا درخواست میکنم حتما ویدیو رو لایک کنید، وقت شما رو نمیگیره، برای آینده کانال منو میسازه. آقا از اول بگم این فیلم کاملا توسط یه سری افراد فمینیسم ساخته شده و اصلا محتواش فمینیسم. این چیزی که خیلی‌ها باید یاد بگیرن. هی نگید فمینیسم بده. فمینیسم بد نیست. این افراد فمینیسمی که میان ضد مرد رفتار میکنن بدن. این دوتا خیلی با هم دیگه فرق داره. به خاطر اینکه فمینیسم معنای اصلیش یعنی برابری. خیلی جا هستش اصلا ممکنه که شما از حقوق یه مرد دفاع بکنید تا برابری به وجود بیاد. یه چیزایی مثل همون سربازی یا سرتا چیز مختلف دیگه. درسته که ریشه کلمش از فم یا همون زن اومده، ولی به معنی طرفدار زن بودن نیستش، به معنی برابری خواستنه. از اول به خاطر اینکه جنبشش برای دفاع از حقوق زن اومد همچین اسمی رو گرفت. ولی از اول همونطور که خیلی از فمینیست های کار درست و خفنم میگن به معنی برابری. خیلی جا باید بر علیه زن ها حرف بزنید تا حقوق مردها رعایت بشه. اینو خواستم اول جا بندازم که برداشت درست فیلم داشته باشید. این فیلم ضد مرد نیست. شما شخصیت اصلی بدتون یه زنه، همون خانم بریکسل که میبینید یه زنه. اینطوری هم نیست که بگیم از یه مرد داره حرف میشنوه و اینو، نه، خودش میخواد این کارو بکنه و اصلا حرفی از مرد زده نمیشه. برای همینم هم نمیتونی بگی که کلا فیلم ضد مرده، نه اصلا اینطوری نیست. شخصیت های اصلیمون دخترهایی ان که بهشون میگن باید آفتاب مهتاب نریده باشید، باید بدونید که جایی برید بزرگ بشید به هیچ دنیای بیرونی توجهی نکنید. و نمونه این رفتار رو خیلی جاها میبینیم که واقعا با دخترها میشه توی سنین کم. یه چیز خیلی عادیه تو بعضی از کشورها، از جمله کشور خودمون، و یه چیز کاملا اشتباهه. این همون موضوعی که توی فیلم داره نشون داده میشه. همین چیزی رو به دخترها درس میدن وقتی که به همون لول 16 میرسن یا سطحشون به جایی میرسه که میخوان به سرپرستی گرفته بشن یا تو دنیای واقعی وارد دنیا بشن، اون موقع میفهمن که چقدر همه چیز دردناک بوده. اون لحظه‌ای که سوفیا و ویویان رفتن و دیدن دوستشون چه بلایی سرش اومده، همون لحظه‌ای هست که دخترهایی که اینطوری بزرگ شدن وارد اجتماع میشن. بگی سن دبیرستان شاید بیشتر میرسن، میرن دانشگاه، حالا با چند نفر دیگه در ارتباط هستن و میبینن که چه بلایی سر خیلی های دیگه اومده و دچار شوک اجتماعی میشن، چیزی که خیلی براشون دردناکه چون کاملا دنیا با چیزی که بهشون گفتن فرق داره. برعکسش هم میتونه اتفاق بیفته. ممکنه یه دختر جوری بزرگ بشه که همه خانواده میگن مردا بدن، دنیا خیلی بده، اجتماع افتضاحه، بعد به یه سنی میرسه وارد جامعه میشه میبینه اصلا اینطوری نیست و بازم دچار همون شوک اجتماعی میشه. کلا تمام چیزی که بهش یاد دارن از مغزش باید بپره و این خیلی چیز دردناک و اذیت کننده ایه. این فیلم خیلی خوب میاد نشون میده که یه وقتایی این برابریه چقدر مهمه. یعنی اگر که همه این دخترها مثل دخترهای دیگه باهاشون برخورد میشد خیلی زندگی بهتری میتونستن داشته باشن. بازم دارم میگم برابری فیلم بین این دخترها با دخترهای دیگه است، نه بین دختر و مردای دیگه. تاکید میکنم اینا رو چون خیلی مهمه فیلمو درست نگاه بکنید. خیلی بده فیلمو فقط به بهونه فمینیست بودنش بگید ضد مرد و اصلا بذاریدش کنار. یه سری فیلم‌ها خیلی حرفای مهمی دارن. همین بلا ممکنه سر مردا هم اومده باشه. مردی تو شهر
اسپاگتی بزرگ بشه که کاملا با دوستها و پسرهای دیگه متفاوت بشه و در نهایت اونم دچار همین شوک دردناک شه. تا این قسمتشو گفتم، میرسیم به همون نیمه پایانی فیلم که خیلی خفنه. تو کل فیلم ها شخصیتی به اسم الکس داریم که هیچ وقت نمیبینیمش. کسی هستش که نگهبان ها، همون دکتر، خانم بریسلی، همشون از الکس میترسن و ما هیچ وقت نمیبینیمش. نمیفهمیم الکس مرد یا زن هست، همین چیزی تو ذهنمون نمیاد. و آخر فیلم هم لحظه ای که پلیسا میان سوفیا و ویویان رو نجات میدن، اون دکتر رو دارن میبرن و یه صدای شلیک شنیده میشه. حالا این صدای شلیک چیه؟ میتونیم بگیم پلیسا تو درگیری به دکتر شلیک کردن، یا اینکه همون الکس و دارو دسته‌ای که ممکنه خیلی بزرگتر از این آکادمی کوچیک باشه، اومده باشن دکتر رو بکشن تا یه موقع چیزی رو لو نده. تو بررسی اصلی فیلم هم میتونیم بگیم که این داش نشون میداد چجوری یه جامعه میتونه دخترها رو بزرگ بکنه تا در آخر یه ماسکی به صورت اون بزرگسالهای جامعه بشن، یا حالا به شکل‌های مختلفی به درد اونا بخورن و ازشون استفاده بکنن. خیلی نقد مهمیه و خیلی محتوای عجیب و خفنی پشت خودش قائم کرده. نقد دوم که به فیلم میشه کرد و حرفی هستش که کارگردان فیلمم جدا از محتوای فمینیسم زده بود، این هستش که یه نقد به سیستم مدلینگ و سیستم‌های آرایشی دنیاست. اینکه با مدل‌ها چه رفتاری میشه، چه بلاهایی سرشون میاد، فقط برای اینکه انگاری پوستشون رو بفروشن، برای اینکه به عنوان یه مدل عکس‌هاشون به فروش بره و در نهایت جنس‌های اون شرکت به بازار برسه. چون واقعا به همین شکله، وقتی که یه نفر وارد مدلینگ حرفه‌ای بشه، قضا بهش میگن نخور، خیلی وقتا میگن تو آفتاب نرو، خیلی وقتا میگن باید تو آفتاب بری، کل زندگیش میشه این کارو بکن و اون کارو نکن و در نهایت هم ممکنه یه افسردگی خیلی بد بگیره، ممکنه حالش افتضاح شه، ولی اصلا اون شرکت اهمیتی نمیده، چون فقط میخواد اون چیزهایی که نتیجه گرفته رو بفروشه و پولشو در بیاره. بحث دیگه قشنگ فیلم هم همون درس‌های لول 16 یا سطح 16ه. درس‌هایی که میدن چیا بود؟ اولش اینکه باید نظافت رو خیلی رعایت بکنی، دومیش اینکه باید صبر داشته باشی، سومیش اینکه باید همیشه اطاعت پذیر باشی، و آخریش هم اینکه باید حقارت داشته باشی، باید تحقیر دیگران رو قبول کنی. اینا یه چیزاییه که مو به تن آدم سیخ میکنه وقتی که در موردش میشنوی توی اون مدرسه و به خودت فکر میکنی که چندین بار شده کسایی رو ببینی که واقعا دارن همین 4 درس رو به شکل‌های مختلف بهشون میدن، دارن حالا بهش چیزهای دیگه میگن که در نتیجهش میخوان طرف حقارت پذیر باشه و در مقابل تحقیر شدن حرفی نزنن. خلاصه که یکی از فیلم‌های تریلر و خفن دنیا، محتوای خیلی خوبی هم داره، پیشنهاد میدم ببینیدش، دیالوگ‌های خیلی خوبی توش استفاده میشه و خالی از لطف نیست که یه بار تماشا بکنید. دوستتون دارم، حتما توی کانال زاپاس جوین بشید، لایک، کامنت، ساب یارتون نره. روزتونم گلسی.